برنامه امشب ما موضوعش احساسات، عواطف که ما همه هستیم. احساسات در زندگی انسان موضوع مهمیه، اما نه اونقدر مهم که همه فعالیت‌های یک عده رو تحت تأثیر قرار بده. یه سری مایعات هستن در بدن که بالا پایین شدنشون باعث تغییر در احساسات آدم میشه. یعنی اگه یهو خیلی احساس عشق کردین، 5 دقیقه بشینین تو آفتاب، هورمون سروتونین تبخیر میشه، برو 1 ساعت بشین تو ترافیک، اعصابت میریزه به هم، نورادرنالین ترشح میشه، بالانس میشی. بعضیا خیلی احساسات قلیان پذیری دارن، اصلا هم ربطی به چهره و هیبت نداره. من خودم آدم دیدم با انبوهی از سبیل دنبال پروانه ها میدوه میخنده. گوششو میبره جلو، به صدای رودخونه گوش میکنه، بعد آروم دهنشو میبره جلو، یه چیزی در گوش رودخونه میگه، رو شونش ارزن میریزه، با ابرو به گنجشکا اشاره میکنه بیاین بخورین. احساسات از نوع حادش حتی میتونه انسان رو به کشتن هم بده. در یک جنگلی پلنگ دیدن، همه در رفتن، مرحوم وایساده گفته آخه این با ما کاری نداره که، بیا عزیزم، بیا قربونش برم، بیا. هی این گفته بیا، هی پلنگ اومده، دوباره گفته بیا، پلنگ اومده. آخر سر انقدر پلنگ اومده که مرحوم بی اختیار به درون شکمش سوق داده شده. بازم احساساتش در حدی قوی بوده که وقتی نصفش توی پلنگه بوده گفته عزیزم یواش بخور نجم گلوت. یکی از پیچیده ترین موضوعات جهان موضوع احساسات در آقایونه. 10,000 مقاله وجود داره در مورد اینکه چگونه به احساسات مرد زندگیمان دسترسی پیدا کنیم. خانوما اینا رو خوب میدونن. 15 قانون کلیدی شنیدن دوستت دارم از زبان مردان. دنبال کلید صندوقچه احساسات شوهرت میگردی؟ اینجا را کلیک کن. قراره یه دوستت دارم از دهن آقاه بگیرن، ساعتها باید جزوه بنویسن، تحقیق کنن. میگه در درجه اول باید زن زندگی باشید. اونا میگن یعنی اگه معتاد بود 3-4 بار با بدبختی ترکش بدید. مرد باید احساس امنیت کنه، احساس امنیت نکنه دوست دارمش نمیاد. هیچ وقت او را مقصر ندانید. احساس کنه مقصره، میره تو لاک خودش، میگه نمیخوام. رازدار باشید، هر گندی که میزنه تحمل کنید، بگید آقامون درجه 1. بهش اعتماد کنید، 2:30 شبم که اومد خونه بگید عزیزم چقدر امروز ادارت طول کشید بمیرم. همه اینها رو که رعایت کنید، احتمال داره یه روزی یه جایی یه دوست دارم ریزی بهتون بگه. اگه احیانا گفت، دوباره ازش نپرسید چی گفتی؟ توی ناخودآگاهش ثبت میشه، هر شب خواب میبینه یه عده دارن ازش میپرسن چی گفتی؟ اگه حوصله گذروندن این مراحل رو ندارید، یه راه میونبرم داریم. بگید فردا دارم میرم مهریه‌مو بذارم اجرا. سری میگه عزیزم دوست داشتنی کی بودی تو؟ آره. بی ربط ترین سوال اینه
که ازش بپرسین چرا گریه میکنی. اصلا چرا نداره، مهم اینه که حق با خانومه. ثابت شده ترین نظریه جهان اینه که در هنگام گریه یک خانم فقط باید بهش حق بدین. اگه موقع آشپزی گریه میکنه بگید حق داری عزیزم، این همه زحمت بکشی بعد یه دیلاق نرخری مثل من بخوره کارت بخورم. اگه موقع تماشای آلبوم گریه میکنه بگید حق داری عزیزم، خواستگار قبلیت خیلی بهتر بود، یه بله به من گفتی گن زدی تو زندگیت رفت. اگه دارید با هم میرید عروسی یهو گریهش میگیره بگید هر کی جای تو بودم بغضش میترکید. با چه روی منو اونجا نشون بده بگین شوهرمه؟ اگه تو خواب گریهش گرفت سری بیدارش کنید بگید بابت کاری که الان تو خوابت کردم معذرت میخوام، واقعا باعث شرمساریم. من توصیه اکید شده که وقتی یه خانم گریه میکنه هر چی میگه بیدرنگ بگید حق داری. حتی وقتی از حروف اضافه استفاده میکنه هم بگید، میگه که بگید حق داری، میگه ولی بگید 100%، میگه و بگید بله بله. رفتارهای احساسی در زمان شکستهای عشقی هم بسیار متفاوته. یکی میره باشگاه دو تا دمبل 50 کیلویی بر میداره وای میسه جلو آینه سر خودش داد و بیداد میکن. یکی توی دستش دنبال رگ میگرده میگه حیف که چاقم رگ نمیده. یکی میره بالای پل عابر پیاده، یکی دیگه حال نداره بره بالای پل، از وسط اتوبان میره اونور اتوبان. و کلام آخر، بعضیا اینقدر احساسات ناخوشایندشون رو پرورش دادن که 2 دقیقه کنارشون میشینی کلن از زندگی ناامید میشی. یعنی امیدوار و پر انرژی و پر نشاط و پیش به سوی آینده میشینی تو تاکسی، 20 دقیقه بعد سرخورده و متنفر و لهیده و ای لعنت به گذشته و آینده پیاده میشی. البته ذات آدم طوریه که کلن دوست داره احساسات خوشایندش رو پرورش بده. مثلا جایی که جشن و پایکوبی به راهه یه عده بدون اینکه بدونن ماجرا چیه واردش میشن. اصلا بی خودی دیدین؟ اتفاق افتاده، طرف جشن پیروزی بازی با استرالیا با موتور تک چرخ میزده میگفته شاه رفت. خیلی ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودین. امیدوارم همیشه در پناه خداوند بزرگ حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم. شب بخیر. خدا حافظ.